یعنی آدم رفیق دزد و خلافکار و مفتخور و سیگاری و معتاد داشته باشه، رفیق انیمیشن ساز نداشته باشه، یعنی همشون بدتره. هر گوهی بخوری از درد و دل کنی باهاش، میری مثل گاو انیمیشن میزه. اون از آریوشن کل بنیان زندگی ما رو گرفت، ری باش انیمیشن درست کردن، نصف ویدیوشون که میزدن ما رو قطع میکردن وصله. این از اینجا ماتریکس شو هستن دوستان. باز ما انیمیشن زده، من تا حالا ندیدم، فقط یه تیکه چند تا وایس به من داده، گفته اینا رو زب کن بخواه انیمیشن بسازیم. اصلا میگن اینا اصلا هیچ انیمیشن درست حسابی از من نمیسازن که مثل آدم نمیان یه قشنگ روایت داستانی تر تمیزی یه کاراکتر خوشگل مثل گاو میان میرینم به قد هیکل من، خاک تو سر من کنم با این با این انیمیشن هاشون. قبل از اینکه اصلا شروع کنم تماشای انیمیشن رو، باید بگم که متیو جان سک تو روت با این انیمیشن، که چون میدونم چیز خوبی نساختی با توجه به دیالوگ. این منم پوفیوز، هنوز شروع خیافه برای چرا اینجوری طراحی کردی؟ ای چرا دقیقا شبیه اینم لباس پوشیدم زرد و کلاه ریدم دهنت. ای بابا چرا یه قدی صندلی ندارم مثل بشکه انم نشستم کف زمین یه خورده چی بود؟ باشه من چاقم بیریختم کچلم، این ریختی که نیستم شبیه تاپاله است. دوم برنامه ماتریکس رو خوش اومدید. من متیو هستم، میزبان شما در این برنامه و مهمون امروز ما دوست خوب من احسان میرزاده که تو خیلی خوشحاله که اینجاست. مگه نه احسان؟ من چه دوستی با تو دارم؟ من فقط به خاطر پول اومدم. پول مگه به من دادین؟ گوهم به من ندادین پوفیوزای؟ چرا این دیالوگو میگی به من؟ چرا ذهن عموم رو خدشه دار میکنین؟ بابا قرار شد اینو نگی دیگه، باید میگفتی رفیقم و اینا، بابت گفتن اینا پول گرفتی. آها راست میگی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. احسان من خودم از طرفداراتم، ولاگ امو حسن رو 3 بار تا حالا دیدم. ای دیدی اونجا که میریم املت میخوریم؟ نه فقط امو حسن رو دیدم، جایی که تو هستی رو میزنم جلو، وقتی که تو جلو دوربین مثل لودینگ بازی ها کسالت آوره. خودت کسالت آوری، تو خود متیو اندازه دو تا بشکه است، یعنی خودش نها کن، لاغر کوچولو ریزه میزه اینجا طراحی کرده، خود متیو ستای منه و خودش اینجا کوچولو کوکولی اونجا که من شبیه ان کردی. تو گرگان میایی که من وایس دستم بهت میرسه که نه کس مبل نشسته، خودش رو مبل نشسته، من روز کف زمینم یه پنگوان پاهم. خب سوال اول، تو از ممنتو رفتی بالا یا ممنتو از تو؟ هیچ کدوم، تو از جفتمون رفتی بالا. میشینی تو یوتیوبت به خز و خیلای اینستا ریاکت میری، راه بهتری برای خودزنی پیدا نکردی؟ خب من دوران دانشجویی 2 سال تو خوابگاه زندگی کردی، الان 7 سالی که داری ازش خاطره میگی پول در میاری. خب اولا که خاطره است، دوما که وقتی ترم 6 بودی مجید سمیعی توی دانشگاه ثبت نام کرد، الان ترم 8 مجید سمیعی به نام پروفسور سمیعی میشناسن. چرا چرت و پرت میگی؟ میدونی اگه لباس زردتو دراری دیگه کسی نمیشناسه؟ خود زرد به میاد. پربازدیدترین ویدیو کانالت ثابت میکنه که مردم املت خوردن عمو حسن رو به فشار خوردن احسان میرزا ترجیح میدن. خب اون عمو حسن ترند بود، برام ویو گرفت. صبح از خواب بیدار میشی، چند کیلویی به وزنت اضافه میکنی، تیشرت زردتو میپوشی، دوربینتو روشن میکنی و به کامنت هایی که دیشب خودت تو دیوار و دیجیکالا گذاشتی ریاکت میکنی. نخور زندگی جان انداختم که. نه همش همین بود. اولین بار کی فهمیدی استعداد تولید محتوا داری؟ پشت چراغ قرمز تو ترافیک یه وقتی انگوش کوچیکت خورد به پایه مبل. الان منظورت اینه که تنها استعداد من فشار خوردنه؟ مگه کار دیگه ای هم میکنی؟ چرا عملا دارم به روست خودم ریاکشن میرم؟ دارم میرینه به من پف؟ چرا گو میخوری متیو؟ متیو چرا گو میخوری؟ اینا چرا قبلش دیالوگاشو به من نداد که من ببینم این داره چی میگه؟ گوه سگ، لینک چنل تو اصلا زیر ویدیو نمیذارم ببینم چه گویی میخوای بخوری پوفیوز. بابا من یه عالمه نه میذارم حالا اشکال نداره، ولاگای خفن دارم. تو ولاگا چی کار میکنی؟ تو فضای آزاد فشار میخورم. شنیدم تو کار خیرم هستی. آره کدومشو میگی؟ اینکه روزی یه وعده غذا کمتر میخوری به بقیه هم یه چیزی برسه. بیناموس دل گرباو هیپاپولوژیست. بله دوکی هم یه شاتی بهش زدیم مثل اینکه یه دستیار داری به اسم مسعود. آره بله. از کجا پیداش کردی؟ پشت کنتور برق. مسعود دقیقا چی کار میکنه؟ ادیت میزنه، مت مینویسه، ظرفا رو میشونه، نون میگیره، خیار برقی درست میکنه. چیه دارم اینجوریش میکنم؟ این من اینا ندارم پوفیوز، این چیه؟ این شبیه گریه. مسعود هم همه کار میکنه، همین الان داره این ویدیویی که شما میبینید مسعود ادیت کرده. بله نون میگیره، اختراع میکنه، دابل بلاخیه برقی میسازه، میوه به برق میزنه، همه کار میکنه. به تو چه؟ کونت میسوزه یه دونه مسعود نداری؟ همه تو زندگیشون به یه مسعود نیازمندن.
هرچند آخرش توسط مسعود برق میگیرم میمیرم. چه مسعود جیویه؟ یه زمانی مردم با بابا برقی صدا و سیما از خطرات برق مطلع میشدن، الان با میوه برقی احسان میرزاد. بله محتوای فاخر من توهین نکن. تو سکس سیتی ما میوه ها رو نمیخوریم، نمیدونم چرا ولی وصلشون میکنیم به برق. بله. من بزنم به برق؟ آیتم اول میخوام خیار رو بزنم. ولی وصلشون میکنیم به برق. من بزنم به برق؟ چرا مسعود این شکلیه؟ چرا قیافش این شکلیه مسعود؟ مسعود خودت ببین خاک تو سرت. من اول میخوام خیار رو بزنم. سوخ 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 اتفاقی نیفتاد. وایس تو وایس قط کن قط کن مسعود داره میشه. اون سوسک بوده خوبی داره. آره بوش رو دوست داشتم. متین رو ببین متین رو میشه. اون سوسک بوده متین چرا این شکلیه؟ چرا این شکلیه متین؟ آره بوش رو دوست داشتم. مخاطبین اگه میخواییم بوش رو اس کنیم بریم تو دستشوی نفس عمیق بکشیم. سفید مفیدم اصلا. یکی بزنم به کونش، یکی بزنم به سرش. چرا با هر شات حرفی که میزنی میچینیم؟ چون من اینو خیلی الان از انیمیشن اصلی که درست کردی بیشتر دوست دارم. ممنونم. اگه میشه همه ویدیوهای ما رو یه دونه این شکلی انیمیشنی کنیم با هر سکانس. مرسی خدافظ. نترس شدی قشنگ گیری تو کار. واقعا امیدی ندارم که این نخورد. چرا این کارو کردی؟ مزه اش کلش طعم کوه خیار میده. تر نده دیگه. کسافت. مزهش رفته فقط آبه. یعنی چی؟ مزه نداره. مهران با خود داره همین احتمالات یک ما تو خونه راند راد نده. میخوری؟ آره. زیاد نمیخوری. چه مزه‌ایه. دوستش داری؟ هشمون طعم یه میوه دیگه میده. مزه تریاک میده. نه خوشمزه است. چرا ما خوبی میوه رو؟ بزنی؟ نه نخور. اینو بخور. متین اهمیتی نداره. چی بایسته بایسته عقب؟ نمیزنی؟ نه نخور. نه نخور. اینو بخور. خاک سرت متیو. خاک تو سرتون کنن. ماتریکس شوی کساف. این از آریوشه نجسترن. مرسین اهمیتی نداره. مرسین باتری میده. ریدم دهنه. بینو داره دود میکنه مثل سیگار. ببینم گم شده نام گربه میشل نام پدر مسعود جوینده یار. چه این ایستر اگ داره بابا. اینا کل زندگی ما رو گرفتن انیمیشن کردن ما رو به سخره گرفتن. کسافتا میشل گربه مسعود چند وقت پیش گم شده بود. ما کل خیابونای گرگان داشتیم دنبال گربه میگشتیم. خداش که پیدا شد. مسعود افسرده شده بود 10 روز نمیتونست ویدیو ادیت بزنه. درآمد من وابسته به گربه مسعوده. چرا نمیفهمی زندگی منو؟ آره نه نه شب این بخوره. چرا اینقدر ریلکسی؟ ببین بخوره سرد بابا ریدم دهن خم. محتوای فاخر چیه؟ تو هر بار ویدیو میگیری 3 روز برق گرگان میره. اون تقصیر اداره برقه. تو میوه میزنی به برق. پس تقصیر اداره میوه و تره باره. اینقدر که تو از میوه برقی پول در آوردی ادیسون از برقش نیوتن از سیبش پول در نمیورد. خب چه کار کنم؟ ریاکت برم؟ مگه نمیری؟ من دیگه حرفی ندارم. بلاگ الان دارم ریاکت میرم. خفه شو متیو احمق. ما محتوای فاخر هم میسازیم. ریاکشنامون ریاکشن خالی نیست. ریاکشن با قارچ و پنیره که استنداپیه. برو گمش کسافت. یوتیوبر، رپر، استنداپ کمدین و استریمر هستی. فقط جا کشی نکردی نه؟ کردم. واقعا؟ آره جا کشی عمتو. مهمان بعدی رو شما انتخاب کنین. برو گمش با اما عمتو دعوت کن. پوفیوز دلغک. حالم خراب و حالم خراب. میرم اصلا به آریوشن پیام میدم انیمیشن بساز از شما بهتره بابا کسافتا. اومده اینجا ریده بالا سر ما میگه انیمیشن ساختیم واسه محتوای فاخر من میسازم. پوفیوز چش نری ببینی همین الان دارم میرم میوه بزنم به برق. بیا